رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east، ترانسپاندر A1، فریکونسی 10721 مگاهرتز، پولاریتی هوریزنتال، سیمبل ریت 22000، FEC 34. اما همزمان آقای مصداقی سالگرد کودتای نوجم هست. ایسنا هم یه خبری رو منتشر کرده، یه تیتر هم زده: در مذاکرات سری عوامل کودتای نقاب با مسعود رجوی چه گذشت؟ راست میگه این ادعایی که میکنه، یعنی مسعود رجوی با این گروه ملاقات داشته؟ خب اینا جهلیاتی است که همون موقع دستگاه امنیتی درست کرده بود، خود ریشهرینا درست کرده بودن، مخالفان مجاهدین درست کرده بودن. فقط هم مجاهدین نبود، فداییان بود. فکر کنید مجاهدینی که دشمن بختیار بودن، فداییایی که دشمن بختیار بودن، مجاهدین کتاب علیه بختیار منتشر کرده بودن، خب زمامداری بختیار. و اساساً خودشون رو به نوعی صاحب انقلاب میدونستن. بعد اینا بیان با چند نفر کودتا خواستن بکنن که همه رژیم تو جریانش بود، همه بالا پایینش نشستن، تازه برن با اینا بحث کنن که چی باید قرار بود با اینا بسازن. با خود رژیم میرفتن، رژیم حاکم خیلی بهتر و ساده تر بود که اینا در قدرت بودن. اصلا نه طرح عملیاتی داشتن نه چیزی. اصلا کودتای نوژه واقعیت برای نابودی نیروی هوایی ایران بود و به همین دلیل میدونیم فقط نیروی هوایی درگیر بود. و بعدم میدونیم که در هیچ کودتایی شما نمیتونید با نیروی هوایی موفق باشید، بلکه باید نیروی زمینی باشه که نیروی زمینی و نیروهایی که بتونن برن رادیو تلویزیون رو اشغال کنن، بتونن برن افراد دستگیر کنن، بتونن برن کاخ رئیس جمهوری رو، حالا اون موقع نبود، کاخ نخست وزیری رو یا شورای انقلاب رو یا بیت امام رو، باید برن افراد دستگیر کنن، اونجاها رو اشغال کنن، بعد اطلاعیه کودتاچی‌ها رو بخونن در رادیو تلویزیون، بعد بگن تموم شده، بعد بگن همه تسلیم بشید. آخه با نیروی هوایی و چند تا خلبان که شما نمیتونید کودتا کنید که، این یه شوخیه. منتهای مطلب به این ترتیب خب نابود کردن نیروی هوایی ایران رو. و میدونیم بلافاصله بعدش خب حمله عراق صورت گرفت و اون موقع تنها کسی که خبر نداشت از کودتا خواجه حافظ شیرازی بود. نکته جالب توجهش اینه که نیروهای مجاهدین برای مقابله با کودتا آماده باش بودن، تمام نیروهای مجاهدین آماده باش بودن. اینا تماما جعل و دروغه. و خب اینا میان میگن دیگه که نمیدونم با مسعود رجوی و ببینید اساسا نظام نکبت اسلامی فرق نمی کنه، هر روایتی که میکنه تقریبا دروغه. اصولا تاریخ رو واژگونه جلوه میدن. خب شما نگاه کنید، فقط هم در ارتباط با مجاهدین نیست، فقط در ارتباط با فدائیان نیست. شما فکر کنید اینا مثلا رفتن موزه درست کردن، همین خاتمی، همین آدم شیاد یه موزه درست کرده، موزه جنایات شاه. بعدم میره تاکید میکنه، خودش افتتاح میکنه، بعد میاد میگه چی؟ اون وزیر اطلاعات جنایتکارش یونسی میاد میگه چی؟ میگه ما اینجا رو افتتاح کردیم، میگیم با این شیوه ها نمیشه حکومت کرد. آقا شاه از سال 1351 تا 57 6 سال تو این کمیته مشترک، این کمیته مشترک بوده و محل شکنجه بوده 6 سال. تازه از 55 بعد تقریبا به ندرت اونجا دیگه یواش یواش به قول معروف شکنجه نمی کردن، خب دستشون کاملا بسته بود. حالا مثلا بگیرید می کردن تا روز آخر 6 ساله در رژیم نکبت اسلامی از سال 58 تا همون سال 78 20 سال اینجا محل اصلی شکنجه بوده، محل اصلی شکنجه بوده، کشتار بوده. حتی تو کمیته مشترک دار می زدن
دار میزدن تو خود کمیته مشترک، یعنی هم محل شکنجه هم محل اعدام بوده. بعد شما میبینی همه چی رو واژگونه کردن، تمام این کمیته مشترک شده انگار که چهار تا آخوند رو میگرفتن، آخوندهایی که تمامشون نهایت نهایت نهایتش اگر جرمی داشتن این بود که به زندانیان سیاسی و به خانواده های زندانیان سیاسی کمک کرده بودن، بیشتر در ارتباط با مجاهدین بودن، وگرنه بقیهشون که تا میگرفتن با دو تا توسری و دو تا پسکله و دو تا فلان ولشون میکردن. مگه بهشتی رو گرفتن؟ مگر خامنه ای رو حکمش دادن؟ نه، میگرفتن بازداشت میکردن، نهایت نهایتش چند ماه بازداشت بود ولش میکردن میرم. مثل چه میدونم بهشتی میومد دو سه شب تو میموند یه عکسی میگرفتن، الان عکس های اینا رو عمل کردن تاریخ و و و و ببینید هر آنچه که رژیم نکبت اسلامی راجع به تاریخ ایران میگه، تاریخ نوین ایران میگه، راجع به خودشون میگن، آدمای اینا یه مش آدمای کثیفی برای خودشون همه تاریخ درست کردن. شما فکر کنید از بشارتی یه عنصر واداده منبع ساواک شده بود، منبع ساواک این امروز که وزیر کشور دولت رفسنجانی بود، قبلش چه میدونم معاون وزارت خارجه بود، قبلش مسئول اطلاعات سپاه پاسداران بود، قبلش بازجوی دستگیر شدگان وابسته به نظام سلطنتی بود، از عمرا و نمیدونم افسران بگیرید، وزرا بگیرید تا نمیدونم سواکی ها. این خودش منبع سواک بود، منبع سواک شده بود، ولش کردن، آزادش کردن. خب شما نکنید اینا همشو دارن بر خودشون تاریخ سازی میکنن، تمام مسائل رو وارونه جلوه میدن، از جمله یکی شمال همینه در کودتای نقاب نمیدونم کودتاچیان با مسعود رجوی اینا نمیدونم جلسه میذاشتن و نمیدونم صحبت کردن و و و و و بابا مسعود رجوی یا مجاهدین اون موقع دشمن این افرادی بودن که در کودتای نوژه دخالت داشتن، اساسا کمیته تشکیل داده بودن برای دستگیری اینا، یکیش همین کسی که نخست وزیری رو منفجر کرد و با هنر و رجایی رو کشت با اون تعداد دیگه مسعود کشمیری بود، اما این عضو این کمیته بود، نفر مجاهدین و بازجویی زیر نظر اینا در انجام می شود. اصلا دستگیری ها زیر نظر این کمیته انجام می شود. این حرف ها چیه؟ ولی خب میگم دیگه رژیم نکبت اسلامی چیش راست هست که این یکیش باشه. بله دقیقا، چیش راست است که این یکیش راست باشه. و عجیبه، عجیبه این همه دروغ و این نظام از ثانیه اول بنیانگذارش نظامشو بر پایه دروغ استوار کرد. وقتی ازش پرسیدم که چرا، گفت خودعه کردم، دروغ گفتم.